در خط خبرها. تنین فریاد شبانی معترضان در تهران و مشهد و وحشت در سراسر ایران. انهدام یک تیم توسط سپاه در آبادان با انواع بمب و مواد منفجره. حمله هکرهای ایرانی به شرکت‌های مختلف صنایع ماهواره‌ای و دفاعی و تحریم‌های تازه و سنگین آمریکا در اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. مشروع اخبار. تنین فریاد شبانه معترضان در تهران و مشهد و وحشت در سراسر ایران. خبرهای رسیده از تهران و مشهد ها کیست که در شب سالگرد قیام 1401 و قتل مهسا امینی به عنوان رسم قیام، جوانان در شهرهای تهران و مشهد به پیشواز قیام رفتند و فریادهای شبانه مرگ بر خامنه ای سر دادند. مردم و جوانان تهران و مشهد در شامگاه جمعه 24 شهریور 1402 در سالگرد قیام سراسری مردم ایران شعارهای خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. شعارهای مرگ بر دیکتاتور در شهرک اکباتان به گوش رسید. از یوسف آباد تهران هم فریادهای مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. از تهران پرس فریادهای مرگ بر دیکتاتور زنان و جوانان به گوش می رسد. انهدام یک تیم توسط سپاه در آبادان با انواع بمب و مواد منفجره. فرمانده سپاه استان ایلام از انهدام تیم خرابکاری در آبادان خبر داد و گفت این تیم ساخت بمب‌های دستی را در دستور کار خود قرار داده بود. به گزارش اسپوتنیک و به نقل از تسنیم، سردار جمال شاکرمی با بیان اینکه با کار شبانه روزی و رصد سازمان اطلاعات سپاه، یک تیم خرابکاری در استان آبدانان شناسایی شد، اظهار داشت این تیم ساخت بمب‌های دستی را در دستور کار خود قرار داده بود. وی با بیان اینکه اعضای این تیم طی عملیات مشترکی با همکاری فراجا و اداره اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند افزود در عملیات انهدام این تیم خرابکار تعداد 78 بمب و مقادیری مواد خطرناک کشف شد. حمله هکرهای ایرانی به شرکت‌های مختلف صنایع ماهواره‌ای و دفاعی. هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در آخرین تلاش خود در قالب یک کارزار جاسوسی به هزاران شرکت فعال در صنایع ماهواره‌ای، دفاعی و دارویی حمله سایبری کردند. گزارش تحقیقاتی مایکروسافت این حملات را به گروهی به نام طوفان شنی هلویی مرتبط دانسته است. این گروه با نام‌های دیگری نظیر هولمیوم، الفین و APT33 نیز شناخته می‌شوند. هکرهای حکومتی ایران در این حملات موفق شدند با نفوذ به برخی از سازمان‌های هدف، اطلاعات آنها را به سرقت ببرند. در گزارش مایکروسافت به نام شرکت‌های قربانی یا کشورهای هدف حمله اشاره این نشده است. و تحریم‌های تازه و سنگین آمریکا در اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی. در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه 24 شهریور تحریم‌های جدیدی علیه 29 فرد و نهاد رسمی ایران در ارتباط با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری مردم ایران اعلام کرد. به گزارش وبسایت خزانه‌داری آمریکا، تحریم شدگان اعضای کلیدی نیروهای امنیتی رژیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، سه فرد و یک شرکت در ارتباط با سانسور سیستماتیک اخبار و مسدود کردن دسترسی به اینترنت و سه رسانه تحت کنترل سپاه و رژیم شامل خبرگزاری فارس، تسنیم، پرس تیوی و سه مقام ارشد دیگر هستند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز جمعه 24 شهریور با صدور بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ماجرای مهسا به مرگ وحشیانه او ختم نشد، مهسا را الهام بخش جنبش تاریخی زن زندگی آزادی دانست که بر ایران و افرادی در سراسر جهان که خستگی ناپذیر از برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر دفاع می‌کنند تأثیر گذاشته است. بایدن با اعلام اینکه در مواجهه با تداوم ظلم و خشونت، شهروندان ایران همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده‌ای آزاد متحد هستند خاطر نشان ساخت، ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد. اما ایالات متحده همچنان متحد به ایستادن در کنار آنها، از جمله فراهم کردن ابزارهایی برای حمایت از توانایی ایرانیان برای دفاع از آینده خودشان است.